چطورین بچه ها؟ خوش اومدید به ادامه بازی Resident Evil Village. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم تقریبا هوا غروبه و توی بازی هم که همونطور که میبینید منوی بازی حال هوای غروب داره و بچه کلن یه بازی فوق‌العاده است فرای اون چیزی که ما تصورش رو میکردیم و تا الان واقعا تمام انتظارات من رو رد کرده این بازی و نه زیاد ترسناکه نه زیاد کامبت داره، واقعا داره تعادل رو حفظ میکنه. کلن توی بازی شما یکی دو ساعت ترس رو حفظ میکنه که توی خونه بنوینتو بود. البته نمیدونم که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته و چی بشه، اما حس میکنم که بازی دیگه قرار نیست اونقدر روی ترس تمرکز کنه و بیشتر قراره که کامبت داشته باشیم تو بازی. در کل بازی فوق‌العاده‌ای بود و خیلی تا الان باش حال کردم. امیدوارم که در ادامه هم لذت ببریم ازش با هم دیگه. دمتون گرم بابت حمایت خیلی خفنی که دارید میکنین، ساپورتاتون واقعا داره به من انرژی میده که کارمون رو ادامه بدیم و امیدوارم که در آینده با کمک همدیگه بتونیم یه چنل خیلی خوب داشته باشیم. خیلی دوستتون دارم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم، بریم سراغ ادامه بازی و ببینیم که توی این پارت به کجا میرسیم و چه اتفاقی واسمون میفته. خیلی خوب، سیو شماره 9. خب توی پارت قبل اومدیم اینجا بچه‌ها یه سیوی زدیم و توی این پارت قراره که بریم سراغ این پله که ما قبلا نمیتونستیم بدیمش پایین و خیلی برام جالبه که بدونم اون قسمت چی هستش و چی کار میشه کرد. الان که اون آیتم رو داریم میتونیم پله رو بچرخونیم و ازش عبور کنیم ببینیم که اون قسمتش چیه. خیلی خوب، میایم اینجا و دقیقا همینه. واقعا خیلی خوب طراحی کردن محیطا رو. من از بازیایی که به شما این اختیار رو میده که برگردید به محیطایی که ازش اومدید خیلی خوشم میاد، مخصوصا اینکه تو اون محیطا یه چیزایی باشه، یه سیکرتایی باشه، یه کارایی باشه که شما بعدا بتونید انجام بدید. و اینکه الان ما این پوله رو دادیم پایین و میتونیم ازش عبور بکنیم و یه ماجراجوی کوچیکی این سمت داشته باشیم، واقعا یه حس فوق‌العاده است و خیلی حال میکنم کلا با این بازیا. و تا الان میگم انتظارات من رو کلن رد کرده. بیایم این سمت بچه ها و ببینیم که به کجا میرسیم. اینو خرابش کن. خب سه تا تیر رایفل، خیلی خب فکر کنم که باید این قایقه رو روشنش بکنیم. کلیدشو تو پارتای قبل گرفتیم. سب کن ببینم، الان هم میتونیم بالا بریم هم میتونیم بریم پایین. خب فکر کنم اول بریم بالا بهتره. بریم اول بالا ببینیم که به کجا میرسیم، بعدش برمیگردیم میایم میریم قسمت پایین ببینیم که پایین چه خبره. او پسر بچه‌ها میبینید طراحی ما دقیقا از روی این پل رد شدیم و رفتیم سمت خونه بنوینتو. چه جالب، فکر کنم البته همینجا باشه، نمیدونم دقیقا. خیلی خوب رسیدیم به اینجا. اینجا کجاست؟ آه فکر کنم اینجا ما رو باید ببره سمت این تریجره ریور بانک. خب اینجا خیلی برام آشناه. او پسر اینجا رو ببین، یادتونه بهتون گفتم ما بعداً برمیگردیم از اونجا. این قایقه رو یادتونه، اینجا دقیقا دم کستله. بعد از اینکه ما باس رو کشتیم از اینجا در اومدیم، اومدیم اینجا یه سیوی زدیم و مسیر ادامه دادیم. من بهتون گفتم بعداً برمیگردیم میایم اینجا. ایول نایس، چه جالب. او راستی یه چاهی ما این پشت داشتیم که الان فکر کنم دیگه میتونیم آیتمشو بگیریم. او سب کن، اشتباه زدم. او ببین کجا میره، میره پایین. خب سب کن فعلا، پس نمیدونم اون پایین چه خبره، شاید انمی بود و یه اتفاقاتی افتاد. اول به نظرم ما بریم این سمت ببینیم که اینجا چه خبره، بعد برمیگردیم. گردیم
اوه، دوباره رفتیم به کسل. خب به کجا رسیدیم؟ اوه، اینجاست. خیلی خوب، فکر کنم که باید این دوتا رو روشن بکنیم. اوه، سب کن ببینم، به این نمیرسه. اصلا نمیتونم چیز کنم، فکر کنم باید با تفنگ بزنمش. خب این از این. فکر نکنم برسه اگه من اینو با تیر بزنم. آجی نه بابا، غیر ممکنه این برسه. او پسر، اینجا رو ببین. لعنتی، نمیتونه را بره حتی. هوری شیت، چی شد؟ آتیش گرفت؟ هشمام مرد. جیزس کرایست، یکی دیگه. آجی اینا چرا ریسپان میشن؟ چند تا داره میاد؟ باید چیکار بکنیم اینجا؟ خدا، صبر کن ببینم. بیا اینجا ببینم عوضی، شاید باید اینا رو من آتیش بزنم بکشم اون سمت، ولی میمیره اگه تا اونجا برسه. نمیرسه اصلا به اونجا. اینجا ببینم. اوه پسر، کار کرد. نایس، ایول، همینه پس. لعنت بهتون، همه من تیرم در دادم. اه، گفتم آه یه داستانی هست، اومد اینجا آتیش گرفت. خوش شد البته دیدمش. خب ایول، نایس، عجب پازل خفنی بود. خیلی خب، اینجا دیگه چیزی نداریم، بزنیم بیرون و ببینیم که توی اون چاهه چه خبره. ازش بریم پایین ببینیم که به کجا میرسیم. جالب بود ایول، حال کردم. چه قبلا چیزی نبود، الان هم فکر نکنم چیزی اومده باشه. آجی یه حس بدی دارم نسبت به این تو. امیدوارم فقط انمی نباشه اونجا. واه چقدر عمیقه، لعنت بهت، کجا داره میره؟ یه لاک پیک. اوه پسر، اینجا داستان داریم.
فکر کنم تلس بچه ها اینا نمیدونم یه مین داد احتمالا اینه میداره خدا دقیقا همون جاست یه پایپ بمب چیکار میکنه این؟ آها گرفتم خیلی خوب اینجا یه داستانی داره سب کن بیرم ما باید چیکار بکنیم اینجا؟ ما باید از یه طریق خودمون رو برسونیم به اون سمت یعنی باید بریم روی این و سب کن ببینم این باید بیاد این وسط فکر کنم نمیدونم بس اینو من باید حرکت بدم اولش سب کن آره فکر کنم اینو اول باید حرکت بدیم این بره جلو بیشتر از این نمیره بعد اینو من باید بندازمش پایین ایول نایس خب بعدش ما میریم روی این از اینجا میریم بالا اوکی البته یه کاری هم میشه کرد اینو نمیتونیم بالاتر بدیم آیتمی چیزی نداره اینجا چرا یه خبراییه نایس سر همه اینا برگشتن پشمام نگو که الان رد شیم از اینجا این قرار بیفته رو سرمون چی داریم اینجا چی بود یا او در چرا بسته شد سب کن ببینم او میتونیم ترکیبش بکنیم با یه آیتم با چی اوه پسر ببین چی پیدا کردیم اینجا رو ببین فکر کنم بازم باید آیتم پیدا کنیم برای این شاید یه چند تا از این کریستال قرمزا بتونه پایینش بس کنی یا نه تکمیل شده آره تکمیل شد ایوه نایس ولی داره میگه اینجا هنوزم آیتم هست بچه ها یه هنوزم اینجا آیتم داره کجا جا گذاشتیم آیتم ها؟ کجاست؟ شاید یه کریستالی چیزی هست اینجا این قشنگ همه چی دیدم چیزی نبود یه بار دیگه با دقت دارم نگاه میکنم شاید چیزی رو جا گذاشتیم و یا زیر اینا مثلا شاید یه چیزی چسبیده یه آیتمی یه کریستالی چیزی ولی من قشنگ همه چی با دقت چک کردم چیزی نبود بچه او سب کن ببینم اینجا چیزی نیست نه چقدر عجیب سب کن ببینم آیتمه کجاست آخه لعنت اینجا آیتمی نیست مگه اینکه اون بالا بوده من ندیدم من حواسم رفت به اون پازله که داشتم حلش میکردم باید چیکار کنیم اصلا حواسم نبود یا نمیتونیم خرابشون بکنیم باو سب کن ببینم اون چیه اونجا رو یادشون رفته بچه یه بافت بذارم ای خدا ببین تک تک سوراخ‌ها رو دارم در میارم ولی آیتم رو پیدا نمی‌کنم کجاست بچه‌ها ای خدا ولی حدس می‌زنم اینجا باید باشه یه چیزی شاید هم باگ داره نمی‌دونم
اینجا که چیزی نبود و میمونه فقط این بالا که من دیگه نمیتونم برگردم فکر کنم اون بالا دیگه گذشت دیگه بی خیال ولش کن و هر چی بوده دیگه تمام شد رفت. سب کن ببینم شاید این بغل مغلا آیتمی میده. بی خیال دیگه رد شدیم تمام شد رفت دیگه من که چیزی ندیدم. اگه شما دیدید تو کامنت ها برام بنویسید. قشنگ داشتم با دقت نگاه میکردم چیزی ندیدم من. خب کارمون بچه اینجا فکر کنم تمومه. اینجا هم که بسته است دیگه نمیتونیم بریم. یادش بخیر کسره چقدر خوب بود بچه. وای چه محیطی داشت، چه هوایی داشت. هواش دقیقا همون هواییه که من دوست دارم. اگه این هوا بود توی کسر اصلا حال نمی کردم. قشنگ یه حال هوای خاص مهمانان داشت، ابری و اون چیزی بود که من میخواستم. فوق‌العاده بود و ای کاش میتونستیم برگردیم اونجا یا لیدی و مثلا دختراشو میتونستیم دوباره ببینیم تو بازی. اونجا هم که رفتیم به نظرم دختراش میتونستم بچه طولانی تر باشن. خیلی زود مردن. میگم ای کاش مثلا یه جایی میشد بار اول که اونا رو میزدید فرار میکردن، بار دوم مثلا دو نفری میومدن، حتی اگه دو نفری میومدن هم خیلی بهتر میشد. بازم میتونستیم دو نفر کنار هم رو بکشیم. میدونی چی میگم؟ میشد کشتش و جذابتر میکرد بازی رو. خب حالا بریم مسیر پایین. اما در کل عالی بود دیگه بازی بچه. کلن سیستمش اینطوریه که اون حسهای خوب رو برای شما ناب و کوتاه میخواد بکنه که شما زده نشیم. مثلا توی خونه بنوینتو ما خیلی ترسیدیم و اگه زیاد میشد شما حس میکردی که تو بازی ویزیج هستی. میدونی چی میگم؟ و نمیخواستن اون حس نداشتن اصله خیلی به شما عذاب بده. در کل داره عالی پیش میره دیگه. اینی که ما میگیم ای کاش طولانی تر بود یعنی اینکه از بازی راضی هستیم، فراتر از اون حد انتظارمون داره عمل میکنه. اینجا چیه؟ اوه پسر ماهی. سب کن ببینم این رنگش فرق میکنه. اوه ببین چی پیدا کردیم، یه ماهی کمیاب. این فکر کنم مثل اون پرنده و خوکه که فروختمشون، اینم یه گوشتیه که فکر کنم کلن ازش تو بازی یه دونه هست. که میگم من نه ویدئویی از بازی جایی دیدم نه اینکه میدونستم چی داستانی از تو بازی که قراره این بیاد آشپزخونه بسات بکنه اینجا. من که کف دستم بو نکرده بودم بدونم چی داستانی هست. بعد این فروختیم. دیگه هم فکر نکنم بتونیم ازش پیدا کنیم. اینجا کجا میره؟ اوه پسر چرا اینقدر تاریک شد پشمام؟ چیزایی دارم میبینم اینجا. خیلی ساکته. اوه شیت. چه کوفتیه. اینا مالد نیستن از همونایی که توی رزیدنت ایول 7 بود؟ دقیقا تو شکل و شمال همونه. نه یکم فرق میکنه. نمیدونم چیه. میکنم همونه. اینجا دیگه چیه؟ دم و دستگاه رو ببین. دوتا مین. یا آنتی کوین. سب کن ببینم این ما رو همین شاتگانه نیست که الان من دارم. واسه همینه. یهاش نایس. ایوال چی داد؟ شیت بسر وات ده فاک. جیزوس کرایست من. خدا اینا رو ببین.
چرا اینجوری شدن؟ چقدر عجیبه، چیه بچه؟ نمیدونم، بیخیال، بزن از اینجا در بریم. میتونستم فرارم بکنم و اینا رو میتونستم نکشمشون. اه، من فکر کردم از اون مالدادای رزیدنت ایول 7 قرار دارم بیاد اینجا، ترسیدم یا دیدم نه این زامبی ها از زمین زدم بیرون. خیلی خوب، فکر کنم دیگه بچه‌ها کاری نداریم اینجا و ببین همه چی رو برداشتیم، میمونه این دوتا که این دوتا هم دیگه فکر کنم باید سمت جناب آقای هایزنبرگ باشن، باید بریم اون سمت دیگه. بقیه چیزا همه چی رو برداشتیم دیگه، هیچی نمونده دیگه. واقعا این قسمتشو خیلی خوب طراحی کرده بودم بچه‌ها. دقیقا من دارم یاد بازی رزیدنت ایول 4 میافتم. واقعا عالیه، واقعا طراحیشون، طراحی مراحل، شخصیت ها، مینی باسا، باسا، یعنی به قدری باساش خوبن که من دارم همه جا میخونم میگن که ای کاش طولانی تر بود، ای کاش این قسمت طولانی تر بود. و بیشتر نظرات در مورد همون قسمت خونه بنوینتو، بخش ترسناک بازی و کستله، که واقعا کسل یه استارت خیلی خفنه برای این بازی که شما بیایید و با محیطش آشنا بشید. یه زن قد بلند با 3 تا دختر و یه کسل خیلی بزرگ، محیطای متنوع، میری پایین میفتی و تهش هم که با یه اجده ها باید درگیر بشی. خب بیایم اینجا پیش جناب آقای دوک و ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. بیتس و بابز، آی سی. این همون سکه هایی بچه ها، رزیدنت ایول 7 ها، میبینید؟ پایینش هم نوشته، شبیه اون سکه هایی که توی خونه بیکر ها بود. 50,000 تا. خیلی خوب، یه دونه میمونه این که این هم به نظرم بفروشیم بره، من کاری نمیتونم با این بکنم بچه، به نظرم این هم بفروشیم بره. و چیزی نیاورده واسه ما، نه. این هم میتونم بگیرم و اسکوپ رایفلمون هستش، ولی میبینید که نیازی ندارم در اون حد بهش و کارمون رو را میندازه. این هم فکر کنم واسه شاتگانمونه. 22,000 تا، نه 15,000 تا. حس میکنم قرار گام بگیریم در ادامه، نمیدونم، اصلا حس خوبی ندارم که پولمو خرج بکنم چون خیلی زیاده. حالا اگه چیز شد بعدا میایم دوباره آپگریدش میکنیم دیگه. یه سیوی بزنیم اینجا، سیو دهم. سیوا رو فقط نگاه کنید بچه‌ها، اینا همش مربوط به این واکثرو گیم پلی میشه. خب حالا باید کجا بریم؟ بعد از اینجا بریم که کلیدش رو پیدا کردیم بالاخره. توی دمو اصلا فکر نمی کردم که ما بخوایم برای هایزنبرگ از این سمت بریم، باس چهارم بازی. موفق باشی. این برم یه مسیر داره، اینجا کجا میره؟ اوه پسر اینجا رو ببین. اوه
حاجی اینجا از این بشکای منفجره گذاشته، اینجا داستانه بچه ها، اسم کنم سب کن ببینم. اوه یه تریجر اینجا داستانه حاجی. نه نمیرم این تو به هیچ بچه، پارتم طولانی میشه بچه ها. برگردیم و اوکی به نظرم این پارت رو من میبندم همینجا و تو پارت بعد از همینجا استارت میزنیم. گفتم شاید این سمت ها یه اتفاق بیافته، بریم ببینیم و پارت رو ببندم. نه اینجا داستانه، بریم اون تو، قراره خودش یه پارت برای خودش بگیره فکر کنم. نمیدونم چی اون تو در انتظارمونه، ولی همین که دیدم یه تریژره میدونم که یه خبرایی هست. خب همه چی خوبه به نظرم، کلی آیتم داریم، سه تا لایک پیک، کلی هم تیر داریم، فقط یه مقدار تیرای شاتگان هم کمه که میتونیم کرافت بکنیم. بله نایس و اوکیه، خوبه، خوب داریم پیش میریم. ببینیم که حالا در ادامه چه اتفاقی میفته. امیدوارم که فقط به این زودی بازی تموم نشه، تازه دستم داره گرم میشه رو بازی و دارم عادت میکنم به کامبتش، به سیستم ایمینگش و اتفاقاتش. نیازی نیست سیو بکنم، یه دونم دوباره همینجا روش میزنیم. خیلی خوب، اینم از این پارت بچه. امیدوارم که لذت برده باشید، نظرتون رو برام حتما تو بخش کامنت ها بنویسید و اگه دوست دارید که اخبار چنل منو دنبال کنید میتونید در چنل تلگرام من بشید یا اینکه صفحه اینستاگرام من رو فالو بکنید که لینک هر دوتاش در زیر تمام ویدیوها گذاشته شده. امیدوارم هر جا که هستید روز و شب خیلی خوبی داشته باشید. خیلی زود دوباره میبینمتون. فعلا گود بای، سی یو.